من بسیجی ورزشکار هستم. از اینکه تونستم تو برنامه صندلی داغ شرکت کنم خیلی خوشحالم. همه زمین ها آماده ایم که جواب سوالاتتون رو بدیم. حالا دیگه میخواییم ما رو برشته کنیم، بسوزونیم، خشخاشی کنیم، هر جور باشی کنجد هم میتونیم بپاشیم رو. از مسئولین کشور چه انتظاری برای توسعه و آبادانی داری؟ حالا از مسئولین کشور من بیشتر حرفم همون حرفی که خودشون میزنن، انرژی هستی حق مسلم ماست، یعنی باید روی این قضیه با کتوگورس وایسیم پاش، یعنی کوتا نیاییم، یعنی تا آخرین لحظه آخرین دقایق هم چی باید دفاع کنیم از این قضیه. همین شرف هم میدن. اگر ورزشکار نبودی چی کاره میشدی؟ حالا اینکه چی کاره میشدم، اول اینکه ورزشکار خشک و خالی نه و ورزشکار بسیجی، یا به عبارت دیگه بسیجی ورزشکار. حالا اگه ورزشکار نمیشدم دلم میخواست امام بشم. بهترین دوستات در بین ورزشکاران غیر کشتیگیر، ورزشکارهایی که کشتیگیر نیستن، دوستی داری؟ دارم. آره، محمود احمدی نژاد دروازه‌بانه که سجاف دروازهش دیگه شده باغچه، چون پر گل، هر کی از گرده را رسیده یه دونه توپ کاشته تو دروازهش، تو رو یکی کرده واسش. بعضی موقع هم تشویقش میکنن، اونایی که طرفدارشن میگن دروازه‌بان نشتیم به جای شیلنگو داشتیم. شما وقتی میبازید یا وقتی گل میخوره به هم زنگ میزنید یادآوری کنید چرا اینجوری کردی؟ آره البته اون زنگ نداره، زنگوله داره که من میزنم، خودم ضد زنگ میزنم. کدوم یکی از شخصی از این صفات شما بیشتر مورد توجه دوستانت، بیشتر روش زوم میکنن، بیشتر روش حرف میزنن؟ والا فهم کنم بیصفتیمه، بسیجیه و بیصفتیش. یه صفت دیگه هم که دوستان روش انگوش میزنن اینه که عشقم به امام، که از همون بیصفتیم ناشی میشه. این اتفاقی که از نظر تاکتیکی، از نظر ببخشید تکنیکی حتی افتاده، سپریود شده خوبه یا نه؟ خوب که والا اگه منظورت از پریود قطنامه هاست، یعنی سوم قطنامه، قطنامه سومی که قراره بیاد، نه کجاش خوبه، ما الان خیلی ناجوره، یعنی قطنامه ها و اینا ما منتظریم که یه جوری خلاصه بمب اتم بر بیاد، یعنی صبر میکنیم تا بمب اتم بر بیاد، وگرنه که خوب نیست. نه جسر پلیس خوب به هر مخ. خوب گفتی باری کلا، اما این کاره نیستی، تو میخوای قوره جمهوری اسلامی رو حلوا کنی، ما خودمون منتظریم که الان قوره دنیا رو حلوا کنیم، یعنی حلوای دنیا رو بخوریم. این گوی و این میدان بشی میریم بابا. میگه آقا محمودت بخوره تتا، همجه توشک میرن آقا محمود کلت کنه. محمود هوای منه داره، نمیزنه ما رو زنیم. محمود هوای ما رو خیلی داره. یکی باید خواهی جمعه معمولی داشته باشه با این قده کله گردو داره. هر گردی گردو نیست، گردو بازی واسه من در نگره، من خودم تای خط گردو بازم. عصبانی میشم. وقتی عصبانی بشی چی کار میکنی؟ عصبانی بشم میام همجا کندتو میگیرم میکشم بلند میکنم پتت میکنم پهن زمینت میکنم کندتو میکشم. من خواستم یه چشم نشونت بدم. شده کسی رو ببینی جلوی خودت وای میسه یهو تو چشش نگاه کنی بفهمی که گرخیده حالا وقتشه؟ آره، سر داستان عراق همینجوری شد دیگه. مقام عظما تا دید وضعیت یه خوره اینجوری اونجوری و گرخیده و وقتشه، رفت واره فن که یهوی وسط کار بدل رو زدن که الان مقام عظما دمر رو تشک افتاده. ما یه فنه داشتیم اصلا دیگه دیده نمیشه، نمیگم اصلا، مثل سالتو. چی شد؟ سالتو کجا بود؟ تو هم گیج میزنی ها، من دارم بهت میگم رو پلیم تو بی سالتو بزن، من میگم نره توی که بیمه دوش اک آقا رو نه. اینقدر که میرین داره یه خب خو یه دفعه هم داره سینه برین سالتو شو بزنی. نه بده من دارم بهت میگم مقام معذب چاچه اخش عواز داره استخونهش زیره قریب غریش غریش صدا میده، تو میگه سالتو بزنه بده تو چه کشتی؟ تو چه قیافت اینجوری میکنی؟ چه این کاره رو میکنی ها؟ دوست داشتی چه کسی رو دعوت کنم که شما دوست دارید ببینید؟ مقام معظم رو دوست داشتم بیاریم تو برنامه‌تون که خلاصه رو صندلی داغتون با دود و آتیش آشنا بشن. اینشالله همین کار رو خواهیم کرد.